درود چطور این بچه هرچی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید و یک پادکست دیگر در کانال رپتور رسلینگ. کامنت گذاشتیم که هر شبیه پادکست مثل گذشته بگیر هر هفته و اخبار حالا اون هفته رو بگو. حالا هر هفته رو قول نمیدم ولی سعی میکنم اگر ریاکشن خوبی گرفت بازتاب داشت من شاید چشام چون میخواره حتما چند وقت یه بار داشته باشیم پادکست ها رو. شو راو هم خب برگزار شد و از منم خواستیم بررسیشو نذاشتم، گفتم که تو همین پادکست هم راجع به شو راو حرف بزنیم و هم راجع به اخباری که هست و نمیشه توی ویدیو جاش داد و الان خیلی خوب میتونیم توی پادکست راجبش صحبت کنیم. اینم بهتون بگم که از اونجایی که احتمالاً تایم پادکست بالا میره، قسمت دیسکریپشن و قسمت توضیحات در واقع و قسمت کامنت ها من در واقع زمان گذاری میکنم که هر موضوعی که دوست داشتیم ببینید، چون من فکر میکنم یه خورده پادکست طولانی خواهد بود. بریم بدون معطلی شروع کنیم پادکستمون رو. بران کوربین رو داریم که میاد راجبه اتفاقات بدی که داره میگه راجع به بدشانسیاش که میبینیم که سمیزایی میاد یه دفعه و اون پروموی جذاب رو کات میکنن که من دیگه هیچ حرفی نمیذارم، چون کامل یه ویدیو قبلی اگه ندیدید راجع به صحبت کردیم و کامل هم ترجمهش کردیم، دیگه هیچ حرفی نمیمونه راجع به این مسابقه. فقط یه چیز رو میتونم بهتون بگم اینه که خب یه سری گفته بودن آقا این این با عربستان مشکل داره، اگر قهرمان بشه نمیتونه بره توی عربستان و خب WWE پروپرویو های سالانه عربستان داره، عوض میخوام اگه صدا میاد، و سمی نمیتونه بره، پس به خاطر همین قهرمان نمیشه. که دیو ملترز گفت این خیلی دلیلی نیست که بگیم آره به این دلیل قهرمان نمیشه، این رو حساب نکنید روش که آره به این دلیل ممکنه که قهرمان نشه، احتمال قهرمانی سمی واقعا تو الیمینیشن چمبر هست. و حالا یه سری آیتم های دیگه در شو اتفاق افتاد که خیلی نیاز نیست راجبشون صحبت کنیم و میرسیم دوره به برن کوربین که خب میگم داشت با یکی از مصاحبه‌گرا مصاحبه میکرد که سمی زین یه دفعه اومد و اون مصاحبه قطع شد، دوباره برن کوربین اومد مصاحبه بکنه که آره این فازت شدادش کلن رو موده باخت و اسحالی، ولی بران کوربین یه هوی زد به کودی رودز. کودی رودز هم اون پشت بود، خب برگشته بود تازه از پرومو، یه سری بی احترامی ها کرد به خانواده کودی رو، اینا یه دفعه درگیر شدن و یه دفعه درگیری رسید به رینگ و یه مسابقه ثبت شد، یعنی کودی رودز مقابل بران کوربین که خب کودی رودز اصلا با یه لباس رسمی بود و میگم درگیری اومد توی رینگ و یه دفعه اصلا مسابقه ثبت شد و خیلی ساده کودی رودز تونست برنده بشه. من واقعا الان دلم برای بران کوربین میسوزه، بنده خدا خیلی دیگه جابر شده. ببینید بچه یه سری مسابقات هستن که توی کریر آدم خیلی تأثیر گذاره، اصلا یه سری باخت ها هست، یه سری تصمیمات هست که خیلی تأثیر گذاره روی کریر اون کشتیگیر. خب بعضی وقتا کشتیگیر میبازه و اتفاقی نمیفته، ولی بعضی از باختا میگم واقعا تأثیر میذاره روی کریر اون شخص، مثل باخت شنسوکه ناکامورا در رسلمنیه 34 و تغییر کرکترش، اصلا اون حرکت کاملا خراب کرد کریر شنسوکه رو و کلن اصلا یه جاده خاکی رفت. درست قهرمان چروند آیسی شد، ولی اون چیزی که باید دیگه نشد، اون چیزی که بود قبل از رستلمنیا دیگه نشد. برن کوربین هم همینه، اصلا بنده خدا بعد از اینکه تغییر کرکتر داد، باز قبل گرگ تنها من همیشه میگم اوکی بود، اون موقع هم خیلی نمیگم خیلی کارهای شاخی میکرد، ولی الان اصلا بنده خودم خیلی دلم برش میسوزه، همش داره میبازه یا اصلا استوری لاین های خیلی مزخرفی داره، با کسایی داره مچ میده که خیلی عجیب غریبه، نمیدونم، امیدوارم واقعا یه فکرم برای کوربین بکنن. الان میخوایم راجع به یک مبحث جدیدی صحبت کنیم که خب بچه ما چند ماه پیش یه ویدیویی داشتیم با عنوان اینکه آنالیز و بررسی و نقد مدیریت تریپل اچ، که اون موقع من گفته بودم که آره درسته اتفاقاتی افتاده ولی اونقدر اتفاقات عجیب غریبی نبوده، و الان میخوام صحبت کنم راجع به عملکرد تریپل اچ توی این چند ماهه و پیشرفت واقعا چشمگیره دو بی. و خب اینو
دلایل در واقع توی توییتر گفته شده توسط یکی از اکانت های خارجی و خیلی خوب اومده تیتر بندی کرده و من براتون تیتر بندیاشو میخونم و اگر جا داشته باشه گسترشش هم میدم براتون. شماره یک، استوری لاین های بهتر از زمانی که تریپل اچ روی کار اومده. کلن استوری لاین ها بچه خیلی بهتر شده، پیشرفت کرده، درگیری ها خیلی بهتر شده. خب قبل از تریپل اچ واقعا استوری های جذابی به اونقدر نبودن که من همیشه میگفتم آقا بذار یه استوری خوب ببینیم و داریم میبینیم خدا رو شکر. و الان داریم استوری بلادلاین رو میبینیم که به به چه استوری شده، چقدر استوری خفنه شده بچه ها. الان میتونم بگم یکی از این پیشرفت‌های استوری بوده و حتی استوری هایی که سر کمربند یو اس هست، آستین تیوری و ستو بابی لشت، این سگانه ای که با هم داشتن تا رسید به اینجا، استوری خوبی بوده واقعا. ولی خب به همون اندازه که مثلا استوری بلادلاین استوری خوبی بوده و حالا یه استوری مثلا مثل کمربند یو اس اگه فاکتور بگیریم، بقیه استوری ها یه خورده به نظر من میتونه بهتر بشه. چون یه سری استوری ها به نظر من الکی هست، مثلا این داستان جاج مندهی همینه، بابی لشو براک همینه، استوری خاصی پشتش نیست بچه ها. ولی خب باز هم جزو نکات مثبتیه که ما میتونیم حساب باز کنیم روش. و ارزش دادن به تایتل های درجه دو که واقعا داریم اینو میبینیم، این واقعا به خوبی داره اجرا میشه. قبل از ورود تریپل اچ من بارها گفتم اگه رپتور رسلینگ رو یه خورده از قدیم دنبال کنیم، من همیشه میگفتم چون یه دبلیو یه تایمی انقدر دیگه نابود بود که اصلا تو پروپروژوش اصلا کرمند آیسی رو که اصلا نمیدیدی، توی شوهای هفتگی بود بگین اگه اصلا نبود کرمند یو اس، همینطور ارزش کرمند یو اس و آیسی به شدت اومده بود پایین تقریبا ماهای آخری که وینس مکمن بود. وینس مکمن، حالا من انقدر عادت کردم از بچگی میگم وینس، و الان میبینیم انقدر ارزش این کمربندها بیشت بالاست واقعا. چی بهش میگن، اعتبار بخشید به کمربندها، چه میگم تو اسمکدانش که دست گونتره، چه ترکوند واقعا ارزش داد به این کمربند و چه یو اس که آستین تیوری قهرمانش هست. واقعا این نکته مثبتی بودش. و شماره بعدی بیشتر شدن فاصله های پروپروگیو ها هستش که فاصله چمبر تا رستلمنیا زیاده. یعنی ما این وسط مثلا سالهای قبل فست لین داشتیم ولی امسال حذفش کردم و دوباره تا مثلا اتفاقی که تا رامبل افتاد یه فاصله دو ماهه هست تقریبا. وقتی که تو حالا اگه یادتون باشه دوران وینس ما هر ماه یه دونه پروپرویو داشتیم، اصلا شوها رو آشغال حساب نکن، پروپرویوها مثلا به ضرب زور میدیدیم اونا هم آشغال بودن، ولی الان شوها هم دیگه واقعا قابل دیدنه. یعنی اینجوری نیست که این چیه دارن پخش میکنن، کیفیت و کوالیتی پروپروژو هم خیلی بیشتر شد، این دیگه کاملا معلومه. و خود رسلینگ کلا پیشرفت کرده، یعنی هر مسابقات هم خیلی پیشرفت کردن و واقعا ما پیشرفت رو در کمپانی دویدوبی داریم، توی شوها و توی همه چی واقعا داریم میبینیم. دم تریپل اچ گرم واقعا. خب خروجی این کار به نظر من شده استوری بلادلاینی که الان جامعه رسلینگ بچه ها بیشتر سرش گرم این استوریه واقعا. یعنی حتی خیلی ها گفتن، حالا من توی ویدیو قبلی هم گفتم، اریک بیشاف گفته که یاد اریک شیاف افتادم یه سیرو بیشون اریک شیاف، اریک بیشاف گفته که این استوری بهترین استوری 30 سال اخیره. و دقیقا هم اریک بیشاف گفته که تونی خان رئیس AEW بوکر AEW هم باید ببینه یه خورده درس بگیره و استفاده کنه توی AEW. AEW که خب بچه ها میدونید تونی خان اومده رینگ آف هانر رو کامل خریده، حالا یه سری ایونت هایی داشت از رینگ آف هانر ROH
یه سری ایونت هاشو برگزار کرد، ایونت های خوبی بود واقعا، و از پنجشنبه دوم مارس قراره که شوهای هفتگی شروع بشه. زودتر باید شروع میشد، یه سری داستانه حقوقی بود که فاصله انداخت بین این که اینا بخوان شوهای هفتگی داشته باشن، و شوهای هفتگی رینگ آف هانر هم شروع خواهد شد. و این وقتی که شو نبود میدیدیم که خیلی از استارای رینگ آف هانر میومدن میرفتن توی ای دبلیو. مسابقه بود سر کنار بنده رینگ آف هانر توی ای دبلیو. تونی خانی که واقعا به نظر من سال 2022 سال خوبی نبود براش و کمپانی ای دبلیو، و این سخت ترین دوران به نظر من، دارک ترین دوران ای دبلیو بود، و همچنان هم بچه این ادامه داره. بعد متاسفانه الان AEW یه مشکلی که داره، و مشکلی بود که همیشه به نظر من داشت، الان باز بدتر شده. باز قبلنا بهتر بود، اون بچه مشکل استوری لاینیه که AEW داره. همچنان میگم بچه من یک دید کاملا منطقی دارم، به همون دلیلی که من یه تایمی همیشه میگفتم WWE ریده، AEW داره شاهکار مینوازه. الان میگم آقا WWE داره یه مسیر بسیار خوبی رو پیش میبره، AEW الان یه خورده مشکل دار شده، از این جهت که گفتم استوری لاینش درسته مشکل داره، مسابقاتش که شاهکار، همچنان به نظر من WWE نتونسته توی مسابقات اونقدر از لحاظ رسلینگی بتونه مثلا برسه به AEW. ولی خب استوری لاین رو واقعا الان AEW میگم، مخصوصا الان، چون WWE مثلا چه میدونم یک سال پیش اگه مقایسه میکردی همچنان AEW مشکل استوری لاین داشت، ولی با این حال یه سری فیودهای خیلی جذابی بود، یه سری پروماهای خیلی خفنی که کات میکردم، مثل الان مثلا CM Punk یه سری پروماهای خیلی جذابی کات میکرد توی مثلا کیج مک، نمرات بالایی میگرفت، ولی خب رسید خورد به جایی که یه سری مشکلات براش پیش اومد. CM Punk مشکل خورد و CM Punk رو مجبور بود بره اعضای کنی اومگا و یان باکس رو یه مدت در واقع گفت آقا شما فعلا بیخیال. یه سری مشکلاتی توی بکستیج که برای کشیگر پیش میومد، و همه اینا باعث شد که یه خورده میدونی نتونن اونقدر فوکوس بکنن. و الان چیزی که من فهمیدم اینا به شدت الان مشکل فروش بلیت دارن، چیزی که هست یک فکر میکنم الان خب ما یه پروپروگرام خیلی خفن در آینده هست برای AEW که خب ریولوشنه، که من فکر میکنم بچه ها بذار ببینم تا الان، حالا نمیدونم این خبر فکر کنم مثلا دو سه روز پیش هست دقیق، حالا نمیدونم که الان چه وضعیتی داره، تا الان نزدیک به 6600 لیت برای رولوشن به فروش رفته، و چیزی نزدیک به فکر میکنم 3000 تا بلیت مونده تا AEW بتونه سولد اوت بشه، یعنی کامل بخواد بلیتاشو بفروشه. 3000 تا بلیت و خب تا عدد زیادیه، با این که بچه الان دو داره سالونای پر میکنه که چه میدونم 30000 تو مثلا میگم، خیلی رقمش دستم نیست، 30000 تو مثلا داره بلیت میفروشه، چه میدونم 60000 تو داره بلیت میفروشه دو. ولی خب الان با اینکه سالون های حتی توی پروپرویو AEW اونقدر بزرگ عجیب غریب نیست، ولی همچنان خورده به مشکل فروش. اینم میگم طبیعیه، به خاطر اینکه الان همه فوکوسشون روی تقریبا استوری بلاد لاینه. حالا من نمیدونم تو کت من نمیره، خب WWE هم دنبال میکنه، یا خیلی یه سری هم میگم خب الان WWE هست چرا AEW دنبال کن، خب عزیزم اینم دنبال کن اونم دنبال کن، ولی خب این مشکل خورده از دلایلش میتونه به نبود پانک باشه. یه سری هم میگفتن آره CM Punk نیست چون تأثیری نداره توی فروش، خیلی تأثیر داشت، CM Punk بسیار بسیار ریتینگ آور بوده و باید برش گردونن، یعنی به نظر من واقعا چون خوب خیلی پرومای جذابی کات میکرد، یکی از بهترین فیودهای AEW واقعا CM Punk داشته با همین MJF که قهرمان کرمانده AEW و توی پروپرویو ریولوشن با دانیل برایان یا همون برایان دانیلسون مسابقه داره،
اینم مسابقه بسیار گادی میشه بچه‌ها. حالا من میگم اینا استوری یه خورده مشکل دارن، استوری خیلی خفنی نتونستن در بیارن در حال این عصری که بلادلاین داره میترکونه، ولی مسابقه ای که با MJF داره، برایان دانیلز، یه مسابقه آیرون من مچ 60 دقیقه‌ایه که خب بچه‌ها آیرون من مچ ها همیشه 30 دقیقه ای بوده و این نوع مسابقه هم اینجوری بوده دیگه، یه تایمی مثلا همون 30 دقیقه و هر کی بتونه بیشتر امتیاز جذب کنه، امتیاز بگیره، یعنی هر کس کاور کنه یا پینچه یا مثلا با ساب میشن تسلیم بشه، یه دونه پوینت، یه دونه امتیاز میگیره و خب هر کی امتیازش بیشتر بشه از یکی دیگه خب طبیعتا برنده میشه. ولی این دفعه 60 دقیقه است، برعکس چیزایی که همیشه ما دیدیم آقا آیرون من مچ ها 30 دقیقه است، 60 دقیقه فایت گاد. مچ گاردی خیلی خوبه، جان ماکسلی مقول هنگمن پیج داریم، میگم خوبه ولی خب چون الان یه خورده تایم رسلمنیا هم هست، توجه ها سمت دبلیو اینا هم یه خورده به مشکل خورده بودن، گفتم به چه دلایلی، به خاطر همین مشکل ساز شده براشون و امیدوارم که بتونم به روزهای اوج برگردم. ما اصلا داستان فن بوی بودن نداریم بچه ها، هر کمپانی که بتونه محتوای خوبی رو ارائه بده ازش تعریف میکنیم، میبینیمش رو دنبال میکنیم، اصلا مهم نیست میخواد دبلیو باشه AEW باشه. میگم همون قدری که من یه تایمی خیلی از AEW تعریف کردم، الان دارم از استوری های WWE تعریف میکنم، چون ما هیچ تعصبی به شخص من روی هیچ چیزی ندارم و واقعا نباید تعصب داشت رو چیزی، چون میبینم یه سریایی هستن که اصلا ندیدن مسابقه از AEW بعد طرف روش هیت میده. خب ببین چیه، لامصب بعد بیا هیت بده. خب توی ایران فرهنگ بدی که جا افتاده، تو فن یه چیزی باید بات کنی اون چیزو، اشتباهه. خب الان خبرایی داره به گوش میرسه مبنی بر بازگشت سیم پانکی که خب قبل از روی رامبلی که 2 هفته قبلش عکس از تمریناتش آغاز کرد و نشون داد که آره داره تمریناتش آغاز میکنه و دیو ملترز داوود هم گفتش که تقریبا 1-2 ماه دیگه میتونه برگرده به رینگ. حالا معلوم نیست که AEW اینو میگی برمیگردونه سیم پانک یا نه، ولی اینجوری که بوش میاد بچه ها برمیگردونه، چون الان داره مشکل ریتین رو میبینه. یه سری ها هم چراغ سبز نشون دادن، کریس جریکو هم یه توییت زده و گفته که من همیشه عاشق کار کردم با سیم پانکم و یه عکسی هم منتشر کرد که آره مثلا داره عکس گرفته از مچ خودش با سیم پانک توی رسلمنیا 28 و احتمال زیاد برمیگرده و به نظر من برای AEW ضروری هستش. AEW در این حال که مچهای شاهکاری داره، ولی یه خورده به نظر من گفتم بهتر کنه وضعیتشو. و میرسیم به بازی 2K، من همشه میگم 2K23، 2K شون انگلیسی میگم 23 شون 2K23 یا 2K23 که خیلی به من گفتن که آقا راجبش صحبت کن. بچه ها من پارسال تا کاری که کردم یه ریاکشن به تریلرش رفتم و خیلی بچه ها بهش نمیپردازیم، اولا اینکه من خیلی اطلاعات ندارم، اطلاعات دقیقی یک، و اینکه انقدر الان کانالای خفنن که تخصصی کانال گیم کشیکج دارم پوشش میدن که اصلا نیازی به من نیست که بخوام پوششش بدم، انقدر دقیق دارن روش کار میکنم. حالا من کسایی که خودم دنبال میکنم مثلا گیمین کارنیت و خود سروش هستم که کامل دارم پوششش میدم و اصلا نیازی نیست که من بخوام راجبش حرف بزنم، ولی از اونجایی که کانال خب رسلینگیه بذار یه حرف خیلی ریزی راجبش بزنیم. حالا من نظرمو بگم راجب این بازی که با حالا ما نهایت پوششی که داریم تو کانال تلگرام بود و اینکه آره این کاور مثلا سینا خورده بهش. خب ولی بچه من کلن چیزی که فهمیدم به نظر من، شاید حالا نظراتم اشتباه باشه چون تو
خیلی توی گیم اونقدر من چند سری آخرم بازی نکردم که بخوام خیلی نظر درستی رو بدم، ولی چیزی که من فکر میکنم این بازی یک نسخه ارتقا یافته هست از 2K22 که اومده مشکلات نسخه قبل رو که باید تو اون تو همون نسخه میمون میبود رو برطرف میکرد. خب همین، و چیزی که من فهمیدم ریت ریسینگ بهش اضافه شده. حالا ریت ریسینگ میگم که خیلی چیز جدیدی نیست در صنعت گیم، چند الان فکر کنم 3-4 ساله نمیدونم دقیقا ریت ریسینگ توی بازی ها هست، و اتفاقا توکی هم خیلی دیر اضافه کرد این داستان ریت ریسینگ رو به بازیش. و چیزی که خیلی الان من فهمیدم که توی این بازی عوض شده میگم ریت ریسینگ و همون بازتاب نور، از لحاظ نور خیلی تونسته تغییرات ایجاد بکنه بازتاب نور، مخصوصا باز حالا ریت ریسینگ به نظر من تو کشتیکش یه بازی مثل کشتیکش خیلی نشون نمیده. مثلا تو طبیعت اگه آبی باشه اینا خیلی بازتاب خیلی جذاب میشه، ولی خب ریت ریسینگ اضافه شده و سیستم نورپردازیش ارتقا یافته، وگرنه از لحاظ گرافیکی خیلی پیشرفت نکرده و طبیعی هم هست بچه ها. چون من یادمه کلن همینه، چون بازی های سالانه رو اینا نمیتونن هر سال مثلا یه پیشرفت گرافیکی داشته باشن، چون من یادمه مثلا سری 2000 و یادمه مثلا 14 و آره 2000 و مثلا 12 و 13 و 14 تقریبا نمیگم هیچ پیشرفتی نداشته، از لحاظ گرافیکی این هم بودن. یه دفعه از سال 2015 بود که از لحاظ گرافیکی بازی پیشرفتی کرد، یه جهشی داشت. باز 15 و 16 و 17 تقریبا یکی بودن، نمیگم کامل، دورت 18 دوره یه جهشی زد، 16 و 19 و 20 هم تقریبا این هم بود میگم با تغییرات جزئی گرافیکی، و 22 یه دفعه یه جهشی زد. من فکر میکنم امسال و شاید هم سال بعد همین جوری باشه، و مثلا چه میدونم تو که 25 مثلا نمیدونم شاید هم سال بعد یه جهش خیلی خفنی داشته باشه، ولی خب این طبیعیه. ولی خب خیلی چیزهای عجیب غریبی بازی اضافه نشده برای کسی که مثلا 2K22 رو 2K22 رو داره و میخواد دوباره مثلا نسخه جدیدش هم بگیره، مخصوصا بنده خدا تو ایران میخواد زندگی کنه. بیشتر انگار میگم مشکلات سری قبلی که باید تو سری قبلی میبود رو اینجا برطرف کردن. چه میدونم یه بدی هم که الان تو که حالا من نمیدونم چرا اصلا دبلیو گیر داد به توکه این همه شرکت سازنده. حالا مثلا یه سری میگفتن EA اگر EA بسازه چقدر شاهکار میشه، توکه این داستانا رو داره، خیلی حواشی داره حتی سر این گیم، هر سال یه نقصی به هر حال سری بازیاش حداقل توی کشیکش داره. تو مثلا من NBA شو امتحان نکردم، ولی مثلا یه کار خیلی به نظر من بعدی که دارم میکنن، یه سری امکاناتی که تو مثلا توی کشیکش سال 2013 خب دیگه توشه نبود، فکر کنم W13 بود، خب یک سری امکاناتی که تو اون موقع رو داری الان مثلا حذفش میکنن و سال بعد بهش اضافه میکنن که تو ترغیب بشی اونو بخری. این خیلی بده. این داستان استوری مودی که توی در واقع یونیورس هست، من یادمه من کشیکش 2013 که بازی میکردم بخش استوری مود داشت، حالا نمیدونم الان شاید یه تغییر خیلی اساسی بهش بدن، ولی اون موقع من یادمه قشنگ طراحی میکردی که آره یه نفر مثلا به این مثلا جانسینا حمله کنه، دو نفر کیا باشن، کلی امکانات خفن داشت. اونو من حالا نمیدونم تو چه سالی اونو حذف کردن، و خب تو در کشیکج 2022 تو که چونی تو اونو نداشتی، و این وعده رو بهت میدن که سال بعد به بازی اضافه میشه که تو ترغیب بشین بازی رو بخری. خب این اینا امکاناتی بوده که از قبل بوده، یعنی باور کنید الان شاید این تریک فروششونه شاید اشتباه میکنم، مثلا بیان یه امکاناتو مثل میگم و مثال هل این اسل رو حذف کنن، بعد مردم میگن ای بابا هل این اسل نداره، بعد یه نسخه سال بعد میگن اوه حالا هل این اسل هم اضافه شد و فلان فلان.
خیلی امکانات از قدیم و ایام بود، امکانات خفنی که حالا نمیگم امکانات اضافه نشد 100% اضافه شد، اونا برای چی حذف شدن؟ که اون امکاناتی که قبلا بوده رو شما سالهای بعد برای فروش بهش اضافه کنی. خب اینا بوده دیگه، بذار باشه، این از بده به نظر من. و نکته منفی دیگه هم که به نظر من خیلی نرماله ولی برای من به نظر من چیز جالبه نیست، اینه که یه سری از کاراکترها هیچ تغییری نکردن، یعنی همونی که توی 2K22 بوده رو کپی پیست کرده اضافه کرد. و مثلا کسایی که من دیدم مثل درو مکینتایر بوده، براک لزنر بوده، بابی لشتی هم من فکر میکنم بوده، که اینا هیچ تغییری نکرد. یه سری از کاراکترها مثل جان سینا دقیقاً همون ورودی سال قبل رو آوردن تو این ورودی. بچه این نکته منفیه. چرا؟ یه سری میگن که آقا نمیشه که اینا هر سال، چرا نمیشه بابا؟ مردم دارن هزینه میکنن. من نمیدونم چند دلاره، من فکر کنم بین 60 تا 70 دیگه، حالا من نسخه های ویژهشو کاری ندارم. تو 60 دلار خب مثلا بدیم برای اینکه یک سری فقط امکانات جدیدی، خب باید عوض بشه هر سال. بابا مردم دارن پول میدن، مخصوصا توی ایرانی که واقعا به پول ایران 60 دلار 70 دلار چقدر میشه الان؟ پول زیادی میشه. و تو میخوای این پولو مثلا بدی اورجینال بگیری که مثلا این اتفاقات هم بیفته، میخوری یه خورده تو ذوق آدم. و مثلا یک در واقع چیزی در اومد از لیتا که بهش میپردازیم. لیتا تم ورودیش اصلا انقدر افتضاح ساختن لیتا رو، خنده داره. عکس از لیتا هست، لیتایی در نسخه بازی کشتیگری سال 2006، از این کیفیتش بیشتره. میگم یه سری کارهایی میکنه آدم میمونه. حالا من مخاطبی نیستم که مثلا میگم اوکی هر سال دارم میگیرم، خب من دارم یه نگاه بیرونی میکنم به این داستان، چون میگم پوشش ویژه ما نداریم. دوستان دارم خیلی خفن پوششش میدن، شاید میگم نظر من اشتباه باشه ولی من تو چونم نمیره انصافا. از اتفاقات خوبش ساوندترک هایی که داره، و من به چشم خورد که یه ترک از متالیکا رو بچهای راک و متال اعلام حضور کنن که دیدم توی ساوندترک های این گیم هست. خودش نمیدونم چه موزیکی از متالیکا هستش، ولی متالیکا هست دیگه، بریم بخرین آقایون. فرض کن مثلا به خاطر متالیکا بری بازی بخرین. و شوکیسی هم که امسال داره WWE 2K23 از خب جان سینا هستش. و جالبه اومدن باختهای خیلی سنگینی که داشته سینا رو جمع کردن که تو توی این سری باید ببریشون. فکر کنم، نمیدونم، این هنوز معلوم نشده، یا شاید من نمیدونم، که یا باید خود جان سینا باشی که شکستشون بدی یا بالعکس، نمیدونم. ولی خب مسابقاتی که هست، جان سینا کرت انگل توی اسمکدان سال 2002، جان سینا براک لزنر توی بکلش 2003 هستش، جان سینا اندرتیکر سال 2003 هستش، پروپریو ونجنس، جان سینا اد سان رستم 2006، جان سینا راب وندم آر وی دی توی ای سی دبلیو 2006، جان سینا اد توی نیو ایرز ریولیشن 2006، جان سینا باتیستا سامر اسلام 2008، جان سینا تریپل ایج نایت آف چمپیونز 2008، جان سینا رندی اورتون، جان سینا دراک توی رسلمنیا 28 که چه باخت فجی بود، جان سینا براک لزنر چه باخت فجی، جان سینا ای جی استا، جان سینا اندرتیکر، و در نهایت باخت بسیار شخماتی که جان سینا مقابل رومن ریز. اینا اعلام شده که هستن و امیدوارم که بازی خوبی باشه. حالا من دیگه نظرم گفتم راجع به این بازی که خیلی امکانات باحالی مثلا وارگیمز شیدم، خیلی خفن بود. ولی میگم نکته‌ای که هست، یه سری چیزا داره که آدم واقعا تو ذوقش میخوره دیگه، این میمونه واقعا توشون. خب بچه ها میرسیم به یک بخش جدیدی که در پادکست همون از این به بعد هستش، اونم بخش سوالات شماست. که بچه ها در کانال تلگرامم یه لینک ناشناسی گذاشتم که هر سوالی داشتید بتونید از من بپرسید به صورت ناشناس، و
دو سه تا از اون سوالات رو ما توی پادکستمون جواب میدیم. کانال تلگراممون رو بچه‌ها حتماً دریابید، چون اینستا الان داستانی که فعالیت به خصوص تو اینستا ندارم، چون مخصوصاً الان این که من به شخصی نمیتونم تو اینستا خیلی بگردم، باز تو یوتیوب تلگرام اینا خیلی راحت تر، اینستا اصلا نمیشه. تلگرام هست، مسابقات جذب اونجا آپلود میکنیم، خیلی کارا اونجا دستم بازتره بچه ها. و برای پادکست اگه سوالی داشتین حتما اینجا بپرسین. و اینکه ممکن هم هست بچه ها، حالا بهتون میگم جلوتر، برای الیمینیشن چمبر ما احمن شاید، چون نمیدونم اصلا میکشه با این اینترنت عجیب غریبی که واقعا بچه ها به سختی تا جایی که میدونم یوتیوبر الان دارن ویدیوشون آپلود میکنن خیلی خیلی سخته، به که ما در واقع الیمینیشن چمبر رو چمبر اینقدر حرف زدم دیگه واقعا دیگه نا ندارم، من اونجا براتون استریم کنم، چون خب یوتیوب که طبیعتا نمیشه، کپی رایت به فنا میره واقعا کانال، ولی از اونجایی که خب احتمالاً شبکه پخش میکنه به صورت زنده، من شیر اسکرین میکنم از تلگرام، اونجا منم هستم، شما هم هستیم، میتونیم با همگی با هم دیگه حرف بزنیم و اشغال کنیم، یا اینکه من ریاکشن بگیرم، حالا معلوم نیست چه اتفاقی قراره بیفته، ولی حتما توی تلگرام ما عضو بشید، توی دیسکریپشن لینک کانالمون هست بچه‌ها، واقعا دیگه نمیشه حرف بزنم. و توی قسمت سرچ تلگرام بزنید رپتور رسلینگ، فکر میکنم بیاد، چیز عجیب غریبی نیستش.